خب موسیقی وقتی شما کار میکنید قطعا وقتی قراره که کلام داشته باشه به خواننده فکر میکنی. ملاک انتخابشه برمیگرده به هدفی که دنبال میکنه دیگه. یه موقع است که میخوای شما کار بکنی، شاید اصلا هدف خاصی هم نداشته باشی، میخوای قطعی با کلام بسازی، شاید حتی حال و هوای اون روز به تو دیکته کنه که چی رو انتخاب کنی. یه موقع است مثلا با یه مضمونی میخوای یه چیزی رو اجرا کنی، یه چیزی رو ضبط بکنی، با یه هدف، یه پیامی داری. در شعرهایی که گفته شده و شعرهای کلاسیک هست یا مثلا شعر نو هست انتخاب میکنی و اونو به اصطلاح روش میسازی، قطعه میسازی. و البته که همزمان بهترینش اینه که خواننده هم در نظر گرفته بشه، یعنی که تون صدای خواننده، رنگ صداش، وسعت صداش، اصلا نفسش باید بخوره به اون تمام مجموعه که فکر میکنی. البته اینا که من میگم خیلی دقیقه، خیلی موقع نمیشه، یعنی همینجوری که جور باید بشه، اون خواننده جور بشه، این شعر جور بشه، این چیزایی که روزمره کار میشه معمولا دقت توش نیست، ولی اینا ایدئالشه. اینا که من میگم به کجا این امید ما را، کسی که قراره روی آهنگی شعر بگه قطعا باید زیر و بم موسیقی رو حس کنه. من نمیگم بشناسه، چون اغلب خب سواد موسیقی شاید نداشته باشن، ولی تجربه دارن، حداقل آگاهن به موسیقی شعر، حتی به شعری که خودشون میگن. ما خیلی موسیقی تقریبا میشه گفت خیلی موقع نداریم که از نظر تلفیق مشکل نداشته باشه، برای اینکه این نیست که شما سیلابات رو با کشش های آهنگ یکی کنی، طول یعنی زمانهای کوتاه بلند نوت ها رو با زمانهای کوتاه بلند شعر جور کنی، بلکه این زیر و بمیش و مفهومش هم مهمه. به نظر من یک کلنجاری هست که شاعر و آهنگساز باید مرتب با هم برن و هر دو به این مسئله آگاه بشن و شعری که گفته میشه روی آهنگ در واقع آهنگساز تصدیق کنه و همه رو در واقع تایید کنه که با تلفیقش با شعر درسته. چون اگر که این اکسنت ها جا به جا بشن کاملا معنی شعر عوض میشه. خب به ندرت جاهایی هست، نه فقط در موسیقی، در حتی موسیقی غربی هم این اتفاق میفته، چون که مثلا تلفیق شعر باز رو اکسنت های شعر دی. یه جاهایی هست که شما باید ترجیح بدی، یعنی که ملودی زیباست، ملودی درسته، تا جایی که خیلی صدمه نمیخوره میتونی تلفیق رو یه ذره، یعنی اکسنت رو یه ذره جابجا کنی. یا یه چیز جالب هست که شما در تکرار اون ملودی میتونی یه دفعه اون ملودی رو دفرمه، یعنی اون کلمه رو از نظر آکسان دفرمه، یعنی چند جور بیاری. یکیش تلفیقش باید حتما درست باشه. حالا مثلا اگه حالا دفعه قبل این نوت بوده، چون ملودی داره طوری حرکت میکنه که میتونه نوت بعدی یا جمله بعدی یه نوت دیگه باشه و اون کلمه رو اون نوت تلفیقش مثلا نوتش نباید بیاد پایین، چون شما قبلا اون کارو کردی، این میشه یه دگره یا یه واریاسیونی از اون کلمه، اینجا اشکالی نداره. ولی در هر صورت وقتی شما گوش میکنی نباید مفهوم شعر خورده بشه، دیده یعنی شنیده نشه، دیده نشه از نظر اینکه موسیقی حرکت خودشو بکنه، مثل که این اوج حزیز خودشو داشته باشه، شعرم جدا خودشو داشته باشه، اینا با هم جفت نمیشه. این چیزیست که واقعا یه پیوندی نیاز هست بین شاعر و آهنگساز. مخوری مهر مهر خرد خو، مخوری مهر خرد خو، فریب مهم شبا که اگر سو نکابی یادنی دیده گشایی بروخش موش ببندی ز جهانی که برندی فلک از شعبده این گونه بسی پرده نادیده نو بافته پرداخته بس چشم برانداخته بر گوش کشیده وقتی که شعر حاضره، شعر حاضر میگی، شما پیوندتو کاملا با شاعر باید یکی بکنه از نظر مفهوم. البته شعرهایی که خب مفاهیمیه توش، ادبیات ما اینجوریه، مفاهیم خیلی چیز داره، یعنی چند بعدی داره و زیباییش اینه که شما بتونی اونو به موسیقیت بدی، تو اون شعر از نظر موسیقی بدی. ضمن اینکه راحت‌ترین کار واقعا اینه که شما هی بیای سیلابیک بهش میگن،
سیلابیک یعنی چی؟ سیلابیک یعنی که سرودها همه سیلابیک ساخته میشن. دد 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 برای هر حرکتی یه سیلاب وجود داره. ولی اصطلاحاً بهش میگن در موسیقی ملیزماتیک عکسشه. مثلا میگه میخوای بگی آمدم، میگه آمدم، رو آه چند تا نوت حرکت میکنه. یعنی آگه آمدم و بام بام بام، سرودا اینجوری هم نیست. سرودا چون مقطع هستن همیشه سیلابیک گفته میشن. و اینکه خب حالا چه کلمی باید کشیده بشه، چه کلمی، چه حرفی، توی آواز خوندن هم همینطوره. شما وقتی مثلا روی ای هستی، مثلا بگو تای شعر باشه، ای این صدای خوبی نیست برای کشیدن. حتی اگر تو شعر نباشه ای رو تبدیل به آ میکنن که بتونن بکشن. صداهایی که برای کشش، برای تحریر مناسبن، صداهایی که نیستن. خب شما تو شعر وقتی گفته شده، پس شما تحریرت، ملودیت باید طوری درست بشه که صداهای خوشایند شعرم نشون بده. یکی بود یکی نبود زیر این تاق کبود، توی آبادی ما یه مردی بود، چه مردی که دردی بود تو سینش، که دردی بود تو سینش. خیلی خیلی جالبه که بعضی وقت که شما تجزیه تحلیل میکنی، دنبال میگردی، تلفیق در خیلی از آهنگ‌های عامیانه درست‌تر اتفاق می‌افته. چون کسی به عنوان آهنگساز یا شاعر پشت اینا نشسته که مثلا یک چیزی رو اینا همینجوری. شما دیدین وقتی که کوه میرین یه قسمتی از سنگا ساییده شدن، فکر کنی این چه قشنگ بوده، کسی تراش داده، این به مرور زمان آب چکیده یا شکل قشنگ خودش گرفته. ادبیات کوچه بازار اینجوریه، البته توی عامیانه، یعنی اینکه انقدر تو دل آدما میچرخن، میدونید، برای همین میمونن، برای که نه نوشته شده، نه نمیدونم جای آموزش میدن، همینجوری مردم از همدیگه یاد میگیرن. چون تکرار زیاد میشه، هر جایی که غلط داشته باشه از فراموش میشه، روون نیست وقتی غلط داشته باشه. از نظر هنری یا از نظر نگاه آهنگسازی فرق نمیکنه. شما وقتی که زبان عامیان هم به کار گرفته میشه، بازم جریان تلفیق هست. مثلا میگه که چطوری تو؟ خب این توش موسیقی هست که درددم، چطوری تو؟ این اکسنتش رو توه، نمیتونی شما بگین چطوری تو؟ مثلا یه بازم یزدی داره حرف بذاری. و جالب اینجا بدونین که لهجه‌های مختلف، این آکسانان که جابجا میشن، اینا چون حافظه تاریخی هر لهجه مثل یزد اونجا هست، اینا عادت کردن این آکسان اینجا بذارن. آتیش آتیش خوبه، مانو تگه قروبه، آتیش آتیش خوبه، مانو تگه قروبه، چیزی بشد نمونه، بسوس آزاد نمونه، چیزی بشد نمونه، بسوس آزاد نمونه. شما چه موسیقی که بشنوی، چه موسیقی که بسازی، این یواش یواش در شما نهادینه میشه و شما با اون زبانی که میخوای کار بکنی بلافاصله موسیقیشو در میابی و جنبه موسیقاییشو به عنوان یک آهنگساز باید در واقع سایه روشناشو بیشتر کنی. اما یه چیز دیگه هم داره، همین جریان سیلابیک و ملیزماتیک. مثلا الان خیلی متداول شده تو اصطلاح میگن موسیقی عرفانی، شعرهای مولانا رو همینجور میگن سیلابیک میخونن. این آهنگسازی نیست. آهنگسازی واقعی خیلی اینجا جالب، البته یه ذره پیچیده میشه، که شما وزن شعر رو به طور نسبی نگه داری، سیلابهای کوتاه بلند همیشه به طور ثابت یه اندازه نباشن، میتونن یه جا کوتاه این بیت یا اون بیت کوتاهش کوتاه‌تر باشه، کوتاه اونور بلندتر باشه، بلندش بلندتر، یا یه جایی که استعداد داره کشیده میشه و شما یه وزن جدید هم به شعر میدی بدون اینکه به وزن اصلیش صدمه زده باشی. پس آهنگساز دخل و تصرف در خیلی چیزا
میتونه بکنه، نهایتا برای اون چیزی که شما میشنوی باید پیام شعر رو دریابی. سرها در گریبان. وقتی که شعر دلخواهتو پیدا کردی رو شعرهایی که گفته شده وجود داره، وقتی میخوای ملودی بذاری، اولا اینکه مرد یا زنه فرق میکنه، برای اینکه جای صدا کوک و حتی کاراکتر و شخصیت. واقعا بعضی شعرها رو آدم میخونه میگه که نه این باید مثلا حتما زن بخونه یا مرد. الان که در ایران که خیلی به نظرم یک کمی موسیقی شده برای که خانم‌ها نمیخونن، خیلی از شعرهایی که بعد خانم‌ها میخونن مردا میخونن، یعنی از نظر توی خوندن از نظر جنس تغییر جنسیت میدن. یکی از نکات دیگه‌ای که یک کمی فوکاییه، خیلی مردا زنونه میخونن الان، یعنی که کاراکتر زنونه به صداشون میدن. مثلا فکر میکنی که مثلا شما میخواین بازیگر انتخاب کنی، میگی این بعد فلان صدا باشه. حالا اگر که نباشه چی؟ شما یه بازیگر انتخاب میکنی که میتونی باش استعداد داره، میتونی باش کار. من خیلی همیشه اینو ترجیح دادم. من ضمن اینکه با دوستان قدیمی که خواننده‌های اساتید بزرگی هستن در خوانندگی کار کردم، ولی همیشه با چهره‌های جوانم کار کردم، همیشه با خواننده‌های زن کار کردم. اصلا به این ممنوعیت به هیچ وجه چون اعتقاد نداشتم توجه نکردم و بالاخره همیشه هم این ارائه شده، اینجوری نبوده که فقط ساخته بشه. خیلی توجه ندارن. خواننده خوب رو همیشه یک موسیقیدان خوب میسازه. شاید استثنا باشه که مثلا بگیم خود خواننده خیلی نقش داشته، ولی واقعا همیشه یک موزیسین خیلی خوب پشت سر یک خواننده خوب است که کاراکتر میده، شخصیت میده. چون که خواننده ها یه عادتی دارن که همون بخش تقلیدی که گفتم، حتی به غیر از حتی ظاهرشون، حتی در تون صداشون، یعنی اگر یه خواننده میگم چه صدای اینجوری داشته باشه یا اینجوری داشته باشه، شاید حتی این چیز منفی در اون خواننده باشه، مثلا صداش تو دماغ باشه یا تو گلو باشه یا تو نمیدونم هر جا، ولی وقتی که تقلید میکنن، حتی تون صدا رو تقلید میکنن، در واقع اصلا هیچ چیز دیگه از خودشون به کار نمیگیرن و اون خیلی بده. اما یک آهنگساز خوب مثل که یک پیس جدید، یک چیزی نوشته که یک قصه ایست که یه بازیگری میخواد که این با این نقش رو بازی کنه، بعد این نقش رو میسازه در خواننده. خواننده باید این ویژگی ها رو داشته باشه در تلفظ شعر، غیر از اصول و تکنیک و اینا، این ادای کلمات و اون به اصطلاح مفاهیمی که در شعر هست رو خواننده رو تبدیل به یک بازیگر میکنه. هم از نظر تکنیکی هست، هم درک شعر هست و اون حس عاطفیش. یعنی میدونید که خواننده 100% تأثیر داره برای ادای اون شعر و تأثیر گذاریش. یعنی کی نفس بکشه، کی نکشه، کی صدا رو خس بده، که صدا صاف باشه، همه اینا هست. و مهمتر از اینه که اغراق نکنه، یعنی تمام اینا رو به یک احساس طبیعی تبدیل بکنه. این میشه اصولی که معمولا خواننده هایی که خودشون رو میسپارن، حتی خواننده هایی با تجربه خودشون رو میسپارن به آهنگساز، اون کار موفق. ندود از خومه برخواست درده، چوپونی به صحرا دم بیدا، نگر روی نزم بود پرزن، باز پرزنشو از دست نده، نگر روی نزم بود پرزن، نگر روی نزم بود پرزن، نگر روی نزم بود، نگر روی نگر روی نگر روی نگر روی نزم بود، نگل روی نزن بود، نزن بود نزن بود پرزن، پرزن نگل روی نزن بود پرزن، نگل روی نزن بود پرزن، اینو میلادی شد خواستم یاد بگیرم، نگل روی نزن بود پرزن. موسیقی که به خواننده جمعی احتیاج داشته باشه چند جور هست. در ایران یک کمی محدود استفاده میشد که من رو به یه فکر دیگه انداخت، چون در ارتباط با موسیقی ایرانی من یه جور دیگه می دیدم. ولی اصطلاحاً تو یعنی موسیقی که کورال باشه،
کور احتیاج داشته باشه. این یه چیزی نیست که ما بخوایم اینجا تجربهش کرده باشیم، در تمام دنیا در موسیقی کلاسیک خیلی تجربه شده و اصولش مثل همون ارکستر، یعنی رهبر کور داره، بخش‌های مختلف صدا داره و معمولا اگر در مورد کورال حرف بزنیم سولیست اونجا نقشی نداره، مگر اینکه مثلا یک قطعه‌ای باشه یا یک بخشی از یه اپرایی باشه که یک کسی سولو میخونه بقیه کور. کور عمدتاً هارمونی و رنگ صدای سولو رو تقویت میکنه یا قطعات که خاص کور نوشته میشه. مثلا در اروپای شرقی خب خواننده ها بعد کور میخونن، ولی کاملا اصلا با کور اروپای مثلا غربی فرق داره. تون صداهای آدم ها در همه مناطق ایران مناطق دنیا فرق داره. وقتی که کورال غربی هست در هر جای دنیا اگه بخوان این غربی ها بخونن شما مثل که از تون و رنگ صدای اون بار هم تقلید شده، ولی یه جایی هست که کاملا همین کشورهای همسایه ما هم همینطور وقتی آواز جمعی میکنن هویت خودشون دارن، یعنی کورال غربی نیست. این منو به فکر انداخت که قبلا توضیح دادم که از سالیان پیش یک کمی قبل از اینکه فیلم دلشدگان رو بسازم چون تو اونم استفاده کردم گروهی تشکیل دادم به اسم گروه هموایان که ما بتونیم آواز جمعی رو با یه فرهنگ دیگه نگاه بکنیم و این کارم کردیم. باز کن نغمه جانسوز از آن ساز امشه تا کنی عقده امشه از دل من با ما در موسیقی فقط مرثیه خونی نداریم، تو آواز ما خیلی موقعا مرثیه خونی غالب میشه. اگر شعر مثلا فردوسی را میخونن باز یعنی مثلا حالت مرثیه میخونه، درست که شعر حماسیه، و اگر که عاشقانه است یه جور دیگه میخونن. یعنی لحن غالب شده موسیقی رو هر شعری به همون شکل میذارن. اما وقتی بررسی بکنیم میبینیم ما موسیقی مذهبی اون یه لحنی داره، موسیقی حماسی اون یه لحنی داره، موسیقی نیایشی، موسیقی های روحوزی. اون وقت وقتی که از تهران بری به مناطق مختلف موسیقی کار و موسیقی جشن و سرور و نمیدونم کشت و زر و همه چی برای خودش موسیقی داره. و اون وقت شما این چه طیفی از حالت ها هست و موسیقی به نظر من سنتی یا حتی یه خواننده موسیقی دستگاهی اگر که چشمش و گوشش رو باز کنه و به موسیقی های دیگه توجه کنه آوازش بسیار غنی میشه و اون حس در واقع خمودگی از آواز ایرانی گرفته میشه.